أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس این هفته ما در ادامه بحث هفته گذشته هست. در هفته گذشته در ارتباط به حالات خانم، حالات دختر خاصه و همچنین حالات دختر پسر بود که بیان نمودیم. در این هفته درسی که هفته جلسه دوم از هفته ششم می باشه، مسئله تشبیب بیان میکنیم و همچنین حالات خواهر عینی بیان خواهیم نمود. مسئله تشبیب که یک مسئله بسیار مهم و مسئله بسیار شوق انگیزی هست که در بحث بنات اب مطرح میشه. ما گفتیم که بنات اب دخترهای پسر دارای 6 حالت هستند که در حالت پنجم گفتیم که هر زمانی که دختر پسر به همراه 2 دختر صلبی واقع بشه از میراث محروم میشه. اما حالت بعدی گفتیم که مگر اینکه به همراه همین دختر پسر یک غلام یا پایینتر از اون یک غلام باشه، در این صورت بازی دخترهای پسر عصبه میشن. حال مصنف رحمت الله علیه این مسئله رو بیان میکنه. در حقیقت این مسئله جوابی است که از حالت پنجم دخترهای پسر نشأت پیدا میکنه. او سوال اینه که وقتی که دخترهای پسر در یک درجه مختلط باشن، در یک درجه باشن، آیا در قسمت سهم اینا مساویانه تقسیم میشه یا نه؟ به خاطر دفع شبهه و به خاطر رفع سوال استفساری، مصنف رحمت الله علیه این مسئله تأسیس میکنه و بیان میکنه. این مسئله به نام مسئله تشبیب یاد میشه که در حقیقت مسئله بنات اب به مسئله تشبیب خیلی مشهوره. تشبیب در لغت یعنی شوق انداختن و در اصطلاح علما میفرمایند که تشبیب یعنی ذکر بنات علی اختلاف درجات. دخترها ذکر بشه بر حسب اینکه درجات از مختلفه. یعنی مثلا شما اینجا شاید ببینیم در سلاید این دختر باز این دختر میشه، باز این دختر، درجه های مختلفه، این باز میبینید یک درجه پایین تر، باز میبینید پایین تر تر. ذکر بنات علی اختلاف درجات که درجه های از اونها هر کدام مختلفه و تشویق به این شکله که این مسئله اگرچه به ظاهر میبینیم که یک مسئله، اما در حقیقت 5 مسئله که محصل و طالب العلم مشتاق میگردانه که بدانه جواب هر مسئله چیه و همین صورتهای 5گانه چگونه است. اگه جدید مسئله تشبیب میگه که نفر علاقه مندی میده، شوق میده که این مسئله رو بفهمه یعنی چی یک مسئله 5 مسئله جور بشه و 5 شکل باشه و 5 صورت ذکر بشه. در حقیقت خلاصه از این گفت اینه که یک نفر فوت میکنه، یک نفر فوت میکنه و از خود خوب 3 دختر پسر باقی میگذاره.
بعد از سر از او سه دختر پسر باقی مانند. میبینیم که حالا یا سه دختر نه این هر سه دختر دخترای پسر متوفا هستند که همین میت میبینیم این میت متوفاه. این فریق اول اینجا نمیشه شده، فریق دوم، فریق سوم. این فریق اوله، ببینیم که از یک فریق امی متوفا سه دختر پسر باقی مونده، یک دو سه، این سه دختر پسر. از فریق دوم میبینیم که باز هم سه دختر پسر پسر، سه دختر پسر پسر، اینجا یک پشت میرسید به متوفا، اینجا دو پشت میرسه به متوفا. در فریق سوم میبینیم که باز سه دختر باقی میمونه از متوفا، که دختر پسر 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 متوفاه، یعنی درجات از اونها مختلف. خب این مسئله در حقیقت اگه ببینیم ما به پسرها کار نداریم، که فقط هدف ما به سر دخترهاه، که فکر کنم شما این پسرها که ابن و ابن و ابن اینجاه و این ابنهایی که اینجا قرار داره و این ابنهایی که اینجا قرار داره، فکر کنم فوت کرده، فقط هدف این دخترهاه، سه دختر اینجا، سه دختر اینجا و سه دختر هم اینجا، که در حقیقت شش دختر فکر کنم زنده. در این مسئله چند بطن وجود داره؟ فکر کنید که شش بطن وجود داره که پشت ششم میرسه به متوفا. ببینیم یک دو سه چهار پنج شش، متوجه هستیم؟ از اینجا حساب کنیم، یک دو سه چهار پنج شش، شش پشت. که بطن اول ما شما میگیم بطن اول، در اینجا متوجه باشیم، این بطن اوله، این ایب خودی ایب خودی ایب، این بطن اول یعنی شکم اول که پسرای متوفای هم شکم اول، این شکم دوم میشه، بطن دوم، شکم دوم، متوجه شدیم؟ انمی کلن امی خط، انمی خط این بطن دومه، شکم دوم. خب این شکم سوم میشه، یعنی پشت سوم به متوفا، متوجه شدیم؟ پشت سوم به متوفا، یعنی پشت سوم میشه، یعنی پشت چهارم، این پشت پنجم و این دختر هم پشت ششم. سریع شد؟ این در حقیقت شش پشته، یعنی شش بطنه که متوفا میرسه. حالا من عبارت به شما میخوانم، باز بعدن میاییم این مسئله چی قسم به شما میفهمونو که به شش مسئله و پنج مسئله تقسیم میشه. خب به متن متوجه باشیم، که متن کتابم به شما ادفه بخونم. ولو ترک ثلاث بنات ابن بعضهن اسفل من بعض، شخصی باقی میگذارد از خود خو سه دختر پسر را که بعضی از بعضی دیگر در درجه پایین تر هم. میبینید که بعضی از بعضی دیگر پایین تر هم، یا باز پایین تر تر، باز اینها پایین تر تر. این شد ثلاث بنات ابن، که نی باشه فریق اول، ثلاث بنات ابن، این بنات ابن به متوفا میرسه. خب حالا اینجا و ثلاث بنات ابن ابن آخر، و همچنین سه دختر پسر پسر آخر، سه دختر پسر پسر متوفا، بعضهن اسفل من بعض، و که بعضی نسبت و بعضی دیگر پایین تره، حالا این دختر بالاتر قرار داره، این وسط، این پایین تر، که در حقیقت ببینیم بعضی دختر میگن علیا، علیا از فریق اول، باز دومی میگن وسطا، یعنی دومی از فریق اول، آخری میشه سفلا. این هم همچنین اولیا، وسطا، سفلا، و فریق سوم همچنین اولیا، وسطا، سفلا. و ثلاث
بنات ابن 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 آخر و همچنین سه دختر پسر 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 متوفا بعضهن اطفال من بعد به هذه الصوره به همین شکلی که شما گفتید سه دختر پسر باقی مونده از متوفا که به سه درجه یک درجه دو فریق سه فریق خب اول امی جدول خود مصنف برای ما و شما تشریح میکنه میگه العلیا علیا یعنی چی؟ یعنی بالایی که اول العلیا که همین علیاه همین علیاه همین دختر علیاه العلیا من الفریق الاول علیا از فریق اول لا یوازیها احد هیچ یک با همراه از او برابری نمی کنه ببینیم این دختر با همراه از این دختر هیچ دختر دیگر نیه تنها اینه مثلا شما نگاه کنه منمی با همراه از هیچ دختر نیه تنها همینه این یه نگاه کنه هیچی نیه این قسمت هم هیچی نیه بلکه تنهایه العلیا من الفریق الاول لا یوازیها احد هیچ کس با همراه از او برابر نیست والوسطا من الفریق الاول ولی یکی دوم وسطایه یعنی به نام وسطا میشه وسطا از فریق اول که این وسطایه از فریق اوله توازی ها برابری میکند همی وسطا را العلیا من الفریق الثانی حالا ببینیم علیا از فریق دوم با همراه وسطا از فریق اول برابری میکنه یعنی این دختر همراه از این در برابر از این قرار داره تا اینجا که تمام شد و از سفلا که یعنی سفلا باشه سفلا از فریق چندم از فریق اول و از سفلا من الفریق الاول که یعنی سفلا از فریق اول هست توازی هل وسطا برابری میکند به همراه از او وسطا از فریق دوم میبینیم که این وسطایه که دومه از فریق دوم و العلیا من الفریق الثالث و همچنین برابره به همراه از این سفلا از فریق اول علیا از فریق سوم متوجه شدیم؟ تا این قسمت که انشاءالله متوجه شدیم و از سفلا من الفریق ثانی سفلا انیجه از فریق چندم از فریق دوم و از سفلا من الفریق ثانی از فریق دوم توازی الوسطا من الفریق الثالث برابری میکند او را وسطا از فریق سوم صحیح شد و سفلا من الفریق الثالث یعنی سفلاه سفلا از فریق سوم و سفلا من الفریق الثالث لا یوادیها احد هیچ کس به امراض نیه تنها متوجه شدیم اذا عرفت هذا فنقول وقتی که امی تشریح فهمیدیم همین گپی که ما گفتم شما بفهمیدیم که به همراه علیا از فریق اول هیچ کدوم برابری نکرد به همراه وسطا از فریق اول چی برابری کرد به همراه سفلا کی برابری کرد وقتی که فهمیدیم از حال میگم للعلیا برای علیا من الفریق الاول النصف برای از این در بحث میراث چون که به همراه از هیچ کس نیه نصف داده میشه برای همین دختر نصف داده میشه متوجه شده؟ برای همین نصف داده میشه وللوسطا من الفريق الاول برای وسطا یعنی وسطاه وسطا برای وسطا از فریق اول مع من یوازیها به همراه او دختری که برابری میکنه بازی با وسطا چی داده میشه؟ از سدسو تکملت للثلثین یعنی برای این دختر به همراه از این چون که برابر از اینه سدس داده میشه برای یکی اولی نصف برای یکی دومی سدس پس وقتی که نصف را دادیم به یکی اول سدس را دادیم به دو تای دوم چون که با هم برابر بودن پس ثلثین تکمیل میشه دیگه برای دخترها و زنها از ثلثین پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند که زیادتر ندیم پس بنان تا اینجا سهمتون تمام میشه دیگه هیچی برای دخترهایی که باقی میمونه کن اینا باشه این دخترهایی که باقی میمونه برای از اونها هیچی داده نمیشه برای از هم داده نمیشه برای از هم داده نمیشه برای از یو و همچنین این ستای دیگر چون که اینا پایین تر هم درجه از اونها پایین تره و هر کدوم که مقدم تر هستن
به هر جایی که ثلثین تکمیل بشه تا همونجا ما سهم از اونها میدیم. بعدا دیگه وقتی که ثلثین تمام بشه برای اونها دیگر سهمی نیست. ولا شیء، مصنف میفرمایه که هیچ چیز نیست. ولی لسفلیات، سفلیات همین پایینی ها که من شما اشاره کردم، این پایینی ها میگن سفلیات، برای دونه هیچ چی نیه. صحیح شد؟ الا استثناء شده، مگر هست چی وقت؟ ایکون معهن قلابون فیعصبهن، اگر باز همراه پایینی ها که اینها باشن. مثلا شما فرض کنیم که علمی پسر زنده، علمی اگه زنده بود باز هم ای عصبه میشه، هم ای بزین مال داده میشه، برای دخترم مال داده میشه. صحیح شد؟ شما فرض کنیم مثلا ای زنده، اگر ای زنده باشه باز برای کی؟ برای عزی، برای عزی، برای عزی، برای همه مال داده میشه. متوجه شده میشه الله؟ الا یکون معهن غلامون، مگر اینکه به همراهشان، به همراه دو دخترها غلامی باشه. فیعصبهن، که همین پسر اونها رو عصبه کنه. من کانت به حذائه، هر کدام که از دخترها به برابره اون پسر بودن. و من کانت فوقه، و هر کدام دخترها که جلوتر از پسر باشن، مثلا اگه پسر زنده باشه میای این جلوتری رو عصبه میکنه، بزو مال داده میشه. ممن لم تکن ذات سهم و یسقط من دونه، در صورتی پسر میتونه و با فوق خو عصبه بکنه که او دیگر باز هیچ سهمی نگیره، یعنی سهمی نداشته باشه، یعنی میراث نبرده باشه، پس میتونه که ای او عصبه بکنه. و یسقط من دونه، و پایین تر از او، مثلا اگه این زنده باشه پایین تر باز دیگه ساقط میشن، دیگه دختر ای دختر این دیگه ساقط میشن، و ای میتونه به هزای از او به برابری خود کسانی را عصبه کنه، یا جلوتر را عصبه کنه، دنبالتر کسی که پایین تر باشه عصبه نمیکنه. خب تا اینجا که انشالله امیدوارم مطلب درک کرده باشیم. ولی من همین به شما بگم که این مسئله چه قسم به پنج مسئله تقسیم میشه. ببینی مسئله اول اینه که بنت این مسئله اول، این بنت از ابنه، مثلا این دختر از اینه، باز این بچه به چی متوفاه؟ این بنت اب اگر به همراه امی ابن باشه، که به همراه پسر انگار زنده باشه، چیکار میشه؟ عصبه میشه، پس نصف ای پسر میباره، نصف دختر میباره، یعنی یک سه دختر میباره، دوی سه پسر میباره. صحیح شد؟ یک مثال، اگر ای دختر پسرم زنده باشه، پسر پسرم زنده باشه، این دو تا با هم عصبه میشن، دوی سر پسر میباره، یک سر دختر. یک مثال. صورت بعدی اینه که بنت اب زنده و دو بنت ابنم هست، یعنی دو بنت ابنم هست، پسر ولی دیگه زنده نیه، در این سر چیکار میشه؟ نصف سر این دختر میباره، سدس سر این دو دختر میباره. دو بنت اب یک بنت اب. متوجه شده؟ این دو مثال. مثال بعدی که میتوانیم بگیم مثال سوم اینه که بنت اب زنده، دو بنت ابنم زنده و سه بنت اب. متوجه شدیم؟ سه بنت اب، مثلا بنت ابن اب، صحیح شد؟ یک بنت ابن اب، دو بنت ابن اب، این شد سه. صحیح شد؟ سه بنت اب و پنج ابن اب. مثلا حالا شما فکر کنید که این زنده ابن اب اگه این زنده باشه حالا چیکار میشه؟
یکی از نصف خودمه برد، نه ای هم که از سلس مالای برد. حالا چون که ای پسر زندیه، این پسر ای سه دختر دیگر گرفت عصب بکنه، این سه دختر عصب بکنه. متوجه شدیم؟ عصب شده. پس باقی مانده مال در بین ای سه دختر و ای پسر تقسیم میشه، برای دخترها یک سم، برای پسر دو سم میرسه. این مثال سوم. مثال چهارم به همین شکله. فکر کنیم که یک دختر پسر، دو دختر ابن ابن و سه دختر ابن 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 و یک ابن 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 زندیه، و فکر کنیم که دو دختر، دو تا دختر ابن 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 و همچنین جگاه ابن 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 وجود داره، که باز یک پسری هم هست، یک پسری هم هست که به نام چی؟ ابن 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 پنجم، یعنی ای ابن 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 ابن. یعنی مثلا یعنی پسر زندیه، این دختر، دو دختر هم عصبه میکنه و این سه دختر هم که به بالا هسته اینا رو هم عصبه میکنه. صحیح شد انشاءالله؟ این شد مثال چهارم. مثال پنجم اینه که یک بنت ابن وجود داره، دو بنت ابن ابن وجود داره، سه بنت ابن ابن وجود داره، یعنی این شکل سه یک ای دو ای هم سه، سه ابن 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 وجود داره و دو ابن 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 وجود داره، یعنی دو تا ابن 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 چهار تا ابن 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 چهار تا و یکی وجود داره به نام بنت ابن 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 و همچنین یک پسر هم وجود داره به نام ابن، اینجا باید یک پسر هم باشه. صحیح شد؟ اگر یک پسر هم به این قسمت باشه که من نوشته نکردم، مثلا اب، اگر یک ابن هم اینجا باشه، این زنده باشه، این زنده باشه، این خواهر خونه مصیبه میکنه و این دخترها، این دخترهایی که همه به این قسمت وجود دارن اینا رو عصبه میکنه. این شد پنج مثال. متوجه شدیم انشاءالله؟ امیدوارم که این مسئله درک کرده باشیم و کوشش کنیم که یاد بگیریم و استفاده بکنیم. پس خلاصه کلام اینه که اگر دختر پسر باشه یکی باشه نصف مال میبره، اگر دو دختر پسر باشه سلسان میبره، باز اگر پایین تر باشه به هزای از اونها بچه باشه، او بچه کسانی که به برابری از او باشن اونها رو عصبه میکنه و موافق خود را هم عصبه میکنه و او کسانی که پایین تر از باشن با اونها محروم میشه. این بود به طور خلاصه و فشرده مسئله تشبیب که انشالله امیدوار رو یاد گرفته باشیم. حالت بعدی که ما میخوانیم حالات خواهر پدری و مادریه که متن متوجه باشیم. من متن رو به شما یک دفعه بخوانم. و اما للاخوات لاب و ام فاحوال خمس، برای خواهرهای پدری و مادری، یعنی خواهرهای سکه، مثلا یک نفر از خواهر داره، خواهرهای پدری مادری میگن خواهرهای سکه، پنج حالته. نصف و نصف الواحده، اگه یک خواهر باشه نصف مال میبره. و سلسان للاثنین فساعدتن، اگر دو دختر باشه باز سلسان میبره. و مع الاخ لاب و ام للذکر مثل حظ الانثیین یصیر نبیه عصبتن، اگر امین دختر به همراه برادر خود واقع بشه عصبه میشه، برادر امین خواهر عصبه میگردانه. لاستواهم فی القرابة للمیت، چون که هر دو خواهر و برادر در استوا
در قرابت به میت برابر هستند، در استوا در یک درجه قرار دارند. ولو ان الباقی، باقی برای خواهرها هست، مال اب مال بنات او بنات الاب، یعنی هر زمانی که خواهرهای خاصه همراه دختر یا دختر پسر واقع بشن، بعد از اینکه دختر یا دختر پسر حق خود رو ببرن، باقی مانده مال از برای خواهرهای متوجهید، یعنی این شکل که خواهرها همراه دختر و دختر پسر عصبه میشن، دختر و دختر پسر بعد از اینکه سهم خود گرفتن، باقی مانده مال کلن میرسه برای خواهرها. متوجه شدیم؟ چرا؟ دلیل چه؟ لقوله علیه السلام، چون پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند اجعل الاخوات مع البنات عصبه، شمها خواهرها همراه دخترها عصبه بگردانیم، یعنی خواهرها همراه دخترها عصبه میشن. متوجه شدیم؟ پس خواهرها 5 حالت دارن که به طور فشرده ذکر میکنم چون وقت زیاد نشه. نکته که اجبا نوشته شده اینه که برادر عینی یعنی برادر خواسته از جمله عصبات هست، از جمله ذوال الفروض نیه. برای خواهر عینی 5 حالت، حالت اول گفته نصفه، اگر یکی باشه. در این مثال دقت کنیم ببینیم، خواهر عینی یکی اومده نصف مال گرفته. حالت دوم خواهر عینی گفتیم سلسان، اگر 2 تا خواهر عینی یا زیادتر از 2 باشه سلسان مال میبرن. در مثال دقت کنیم 3 خواهر عینی اومده، پس سهم چیه؟ سلسان شده. حالت سوم گفتیم عصبه میشن، هر زمانی که خواهر عینی همراه برادر عینی واقع بشه عصبه میشن. ببینید که اینجا برادر عینی اومده همچنین خواهر عینی، حالی برادر عینی خواهر عینی عصبه ساخت، 2 مال از برادره و 1 مال از خواهره. حالت چهارم اینه که هر زمانی که خواهر همراه دختر میت یا دختر پسر میت بیایه، خواهر عصبیه. بعد از اینکه دختر یا دختر پسر سهم خود ببره، هر چقدر که مال باقی بمونه از خواهره. ببینید در مثال خواهر عینی و دختر، حالا دختر در این مثال نصف میبره چون که یکی اومده، هر چی که باقی بمونه از خواهر عینیه. حالت پنجم گفتیم که خواهر عینی محروم میشه هر زمانی که به همراه پدر، پدر بزرگ، پسر، پسر پسر بیایه، خواهر عینی محرومه. در مثال دقت کنیم، خواهر عینی همراه پدر اومده، در جو محرومه، هیچ مال نمیبره. خواهر در مثال دوم، خواهر عینی همراه پدر بزرگ اومده، پس اینجا محروم خواهر عینی. در مثال سوم، خواهر عینی همراه پسر اومده، باز هم خواهر عینی از میراث محرومه. در مثال چهارم دقت کنیم، خواهر عینی همراه پسر پسر اومده، باز هم خواهر عینی محرومه و هیچ مال نمیبره. گرچه درس ما هم زیاد شد، امیدوارم که درس فهمیده باشیم و این تمرین ها رو هم در خانه حل کنیم تا اینکه بیشتر مسائل میراث در ذهن شما تهنشین بشه. تا جلسه بعدی شما رو به الله مهربان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.